سلام بچه ها، شب و روزتون زیبا. خیلی خوش اومدین به چنل من. من علی هستم، دانشجوی ترم 12 دانشگاه شهید بهشتی، رشته دندان پزشکی. خوشحالم که تو این برنامه هم اجازه دادین که مهمون نگاهتون باشم. امروز اومدیم با قسمت ششم چالش 10 سوال همراه با یه مهمون ویژه، رشته کارشناسی پروتزهای دندانی. بریم ببینیم توش چه خبره. اصطلاحا بهش دندان سازی هم میگن یا تکنسین پروتز. در خدمت امیر یزدان‌پناه عزیز هستیم، کارشناس این رشته و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی. امیر جان، به خاطر اینکه توی دوره سربازیش الان به سر میبره و خب اینترنت جایی که هستش خیلی خوب نبوده، مجبور شد یه خورده این فایلو برام کمپرس کنه تا بتونه بفرسته. برای همین یه خورده کیفیتش پایین اومده که دیگه امیدوارم اقماس کنید و از این رشته که خیلی خیلی کم بهش توی اینترنت پرداخته شده و میتونه فرصت خوبی برای خیلیا باشه، نهایت استفاده ببرید. امیر جان عزیز، در خدمت شما هستم. سلام، از بچه کنکوری خداوقت بهشون میگم که از سطح کنکور گذاشتن. واقعا میدونم مرحله سختیه، مخصوصا وقتی رتبه ها میاد. من امیرحسین یزدان‌پناه هستم، فارغ التحصیل سال 98 از کاردانی، ورودی سال 98 کارشناسی ناپیوسته پروتزهای دندانی شهید بهشتی تهران و فارغ التحصیل 1400. رتبه کنکورم سال 95 7600 بود منطقه 2. رتبه کشوریم هم قابل 14500 بود. خیلی هم میگم که پروتز همون دندونسازیه. به نظرم کلمه دندونسازی نزدیکترین کلمه هست برای تعریف پروتز، اگه بخوایم خودمون رو راحت کنیم. ولی خب توضیح جامعی نیست، شاخه‌های گسترده‌تری داره پروتز، حالا واردش نمیشم. خیلی ها فکر میکنن رشته دانشگاهی نیست اصلا. یعنی من خودم روزی که انتخاب رشته تایمش رسیده بود، اگر مشاورم دندونپزشک نبود که این رشته رو نمیشناختم و فکر میکنم این رشته تجربیه و همینجوری توی بازار خیلی یاد میگیرن. دیگه میگن بازارکار خوبی نداره، یا بازار دو دسته نفر میگن، یا بازارکار اصلا خوبی نداره این رشته، چیز جالبی نیست. میگن نه اوه شده بازارکار خفنی داره. من خودم فکر میکردم که کلا یه دندونساز یه پروتزیست کارش ساختن دستندونه. دستندون چی؟ هم در مصنوعی که پدر بزرگ مادر بزرگ خیلی همون دارن استفاده میکنن. اما نه، اینجوری نیست. شاخهای کاری ما شاخهای زیبایی داره، همون لمنت های سرامیکی که میسازیم، روکش های دندونی، پورتزای بوش، چشم که با بچه های پورتز این شاخه های مقدار نزدیک از مصنوعی. اما خیلی ها فکر میکنن از این رشته میشه رفت دندون پزشکی خون. حداقل توی ایران همچین تصوری کاملا غلطه. شما تماس مستقیم با بیمار نداری. یعنی کاملا برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنم مثل دندون پزشکی شما بیمار سر و کار داری، اصلا تماس مستقیمی توی 99% 95 تا 99% کار نداری با بیمار. کار نشد نداره. واقعا خیلی ها بودن که توی این رشته پدر مادر پولداری نداشتن، حمایت مالی آنچنانی نداشتن و الان جزء بیزنسمنای موفقه توی این رشته. اما خب نمیشه اینو نادیده گرفت که او خیلی از کارها رو سرعت میبخشه و به شما خیلی میتونه کمک کنه، حالا نه توی این رشته، تو اکثر رشته. اینجا من باید به یه چیزی اشاره کنم. وقتی شما فارغ التحصیل میشی به دو صورت ادامه پیدا میکنه. یا شما صاحب کسب و کار میشین، یه لابراتوار تأسیس میکنین، یا اینکه برای یک تکنسین که لابراتوار تأسیس کرده باید کار کنه، یه لابراتوار دیگه باید کار کنه. خب طبعا درآمدهای متفاوتی داره دیگه. مثل لابراتوار تأسیس کرده، من میتونم بگم تو ایران هستن کسانی که بین 1 تا 2 میلیارد سود خالص دارن از لابراتوارشون در ماه. این تعداد انگشت شماره، ولی به صورت میانگین کسایی که لابراتوار تأسیس کردن و کسب درآمد میکنن حداقلش، حالا میانگین هم نه، حداقلش 30 تومن رو داره. حالا اگه شما بخوای برای یه نفر دیگه کار کنی، حداکثر درآمدی که میتونی داشته باشی بیشتر از 80 میلیون نمیره این عدده، نهایتا 100 میلیون. اونم اگه تو شاخه زیبایی کار کنی، لمنتای سرامیکی کار کنی، حداقل درآمدش هم بخوام بگم موقعش خب یکم بیشتر از داره کار میشه. حسنی که داره اینه که شما از روز اول که وارد بازار کار میشی، اگه تجربه خوبی داشته باشی، تو دوران دانشجویی هم فعالیت داشته باشی که خیلی از بچه‌ها این رشته دارن، وقتی وارد بازار کار میشن درآمدشون از حقوق اداره کار بیشتره. پروتز بازارکار خوبی داره برای کسایی که براشون مهمه که خودشون کارفرمای خودشون باشن. یعنی من روحیات مثلا خودم رو میشناسم، میدونم که زیر بار حرف یه نفر دیگه نمیتونم برم. محیطش محیط بسته و آرومیه. شما تایم زیادی رو تو لابراتوار سپری میکنی،
اگه بخوای کار با کیفیت تحویل بدی، یه محیط ساکت و آرومه. طرف حساب شما بیشتر دندون پزشکا هستن که خب یه قشر تحصیل کرده جامعه، یعنی با هر قشر خاصی به اسم مشتری های شما میشن دندون پزشکا. یه چه سقف مالی خاصی نداره. خیلی از رشته ها هستن که شما وقتی واردش میشی درآمد خیلی خوبی داری برای شروع، اما خب مثلا میبینی بعد از 10 سال درآمد تقریبا چنانی نکرده. ادامه تحصیل تو ایران بیشتر از مقطع کارشناسی نداره. آینا من یادم رفت بگم، زمانی که من وارد این رشته شدم رشته اول کاردانی بود، شما کاردانی میخوندی بعد کارشناسی میخوندی. الان رشته کارشناسی پیوسته است، ولی خب تو دفترچه یه سازمان سنجش هنوز که هنوزه رشته کاردانی خورده. خاطرتون راحت باشه که این رشته کارشناسی پیوسته است، زمان زیادی رو میطلبه، یعنی شما تایم زیادی باید تو لابراتوار سپری کنید، مخصوصا اگه صاحب لابراتوار باشی. نظام پزشکی نداره، یکی از ضعف‌های این رشته است. بالاترین رأس این رشته جامعه دندانسازانه که خودش زیر مجموعه دندانپزشکی حساب میشه. رشته پرزحمتیه. من خودم از سال دوم که وارد رشته شدم، از سال 96 بیرون کار میکردم همزمان با تحصیلم. آخرین چیز نکته منفی که داره به نظرم یک نواخته، واسه بعضی ها که دنبال کارهای هیجانی و کارهایی هم که یک نواخت نباشه میتونه خسته کننده باشه رشته. و اینکه با افراد سر و کار کمی داریم، توی فضای بسته رفت آمد زیادی نیست و محیط ساکت و آرومی. بعد از لحاظ کاری که میشه نمونای موفقش رو توی آلمان، کانادا، استرالیا، آمریکا اینو سراغ دارم. از لحاظ تحصیلی هم حدوداً 11 تا دانشگاه توی دنیا واسه این رشته کارشناسی ارشد دارن که تو کشورهای انگلیس، آلمان، ژاپن، تایوان، نیوزیلند هم فکر میکنم بود، آمریکا، اینا ادامه تحصیل رشته وجود داره. حداقل میتونم اینو بگم که از انتخابم راضیم. اگر برگردم عقب با توجه به اینکه یه سری نکات مثل هنری بودن و آروم بودن محیط و چیزایی که تا الان گفتم برام محیط بود، آره همین رشته رو دوباره انتخاب میکردم. همونجور که گفتم رشته تایم زیادی میگیره، من یه مقدار سخت میشه یاد گرفتن چیزای جانبی. واقعا مثلا من خودم اوایل که وارد رشته شده بودم کلاس زبانم رو میرفتم، موسیقیم رو میرفتم، ساز میزدم، از یه جایی به بعد دیدم تایمش رو ندارم. حالا شاید تنبلی خودم هم بوده. سخته ولی میشه. واقعا نه 20 سال دیگه این رشته مثل دندون پزشکی که کار دست شما خیلی مهمه علاوه بر دانشتون، شاید اوایل کار خیلی مهم باشه واسه اون دندون پزشکی شما فارغ التحصیل یه دانشگاه معتبر باشه مثل شهید بهشتی، دانشگاه تهران یا حتی اون اصفهان، دانشگاه مادر. در نهایت چند سال بعد چیزی که مهمه چیه؟ اون کار دست شماست، اون دانش شماست، اون ظرافت و هنری که شما توی کارت میذاری. نه مهم نیست 20 سال دیگه که شما کجا خوندی. بولترین خاطره و یکی از بدترین خاطرهایی که دارم روز اول دانشگاه توی دانشگاه اصفهانه. بکن یه پسر 18-19 ساله اومده دانشگاه، میره آموزش دانشکده، اولین برخوردی که دارن می تو برگشتی میگی که من پروتز قبول شدم. آموزش برمیگرده بهت میگه پروتز؟ ما اصلا پروتز نمیخواستیم، به نظر من بریم رشته رو عوض کنیم. خیلی برخورد بدی بود. من یادم رفت بگم جذب این رشته خیلی پایینه، هر سال به 100 نفر که اصلا نمیرسه تعداد کسایی که این رشته رو قبول میشن. پس کلاسایی که تو دانشگاه تشکیل میشه نهایتا 10-15 نفره است. ما اون موقع 12 نفر بودیم، ما رو جمع کردن توی کلاس. ترمانه من اومد اونجا، ما اولین ورودی کاردانی هم بودیم. قبل از اون برای 3-4 سال رشته کارشناسی گرفته بود، بعد یهو شده بود کاردانی. اینا دلشون از کاردانی شدن پر بود، سر ما خالی کردن، برگشتن گفتن که رشته سختیه، من جای شما بودم همین الان انصراف میدادم میرفتم با کارون سفت و پرستاری چیزی میخوندم، اصلا به درد نمیخوره، جالب نیست. اما خب شهید بهشتی که اومدم یه مقدار نظمش بیشتر و بهتر بود. ما خودمون از یه جایی به بعد که ترم بالایی شدیم سعی کردیم که اون برخوردی که با همون کردن رو نداشته باشیم، ولی شهید بهشتی برخورد بهتری با همون داشتن، یه برنامه بهتری داشتن. ولی در کل رشته خوبیه که این رشته تجربه کار زیاد داره، خیلی از بازار آزاد جذب میشن. واقعا ضعف به نظرم وزارت علوم که این تعداد جذب این رشته پایینه. امیدوارم که بتونم به بچه ها کمک کرده باشم.
سوالی چیزی بود حالا آیدم احتمالا انجام میذاره، من در خدمت بچه ها هستم.